استثناها همیشه در برابر قاعده ها قرار دارند، اما همه استثناها به یک مقدار ارج و ارزش ندارند. استثناهایی هستند که در برابر قاعده های ضد تکاملی نیستند و به خاطر نقض قاعده معمول محبوب و مطلوب همگان می شوند. سلام، بگذارید در معرفی این استثنای برنامه امروزمون به یک سوال پاسخ بدیم. خطرناکترین تحمیلات بر یک جامعه چیه؟ محدودیت‌های پلیسی، حکومت نظامی، اختناق مطلق فاشیستی؟ اگر این سوال برای مردم برخی کشورها نیاز به فکر داشته باشه، اما مردم ما امروز به راحتی به این سوال پاسخ میدن، چون خطرناکترین تحمیلات رو 30 ساله که تجربه دارن. و مقاومت ایران هم سال هاست که با همین تحمیل می جنگه. اما یک جلوی فریادگر هم بود که در کنار پیشتازان جامعه از همون روزهای نخست به صراحت این خطرناکترین تحمیل رو اعلام کرد. این هدف این پیامبر، یعنی آزاد کردن مردم، آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی، آزاد کردن از اندیشه های شرکی که تحمیل شده، آزاد کردن از احکام و قوانینی که به سود یک گروه و یک طبقه بر دیگران تحمیل شده. این رسالت پیامبر شما، ما هم باید دنبال همین رسالت، این شهدای ما هم دنبال همین رسالت. در مقابل فرهنگ تحمیل، در برابر اقتصاد تحمیل، در برابر قوانین تحمیل، در برابر محدودیت های پلیسی که گاهی به اسم دین برمردم کرد که از همه خطرناک‌تر، یعنی اون چرا که احبار، رهبان و همکاری اونها با طبقات ممتازه بر مردم تحمیل کرده بودن به نام، این خطرناکترین تحمیلات، یعنی اون چه که از خدا نیست، از جانب حق نیست، اونها رو به اسم خدا به دست و پای مردم ببندن و مردم را از حرکت حیاتی باز دارن، حق اعتراض به کسی ندهن، حق انتقاد ندهن، حق فعالیت آزاد به مردم و مسلمان ها و مردم آزاده دنیا ندهن. مقاومت ایران از او با عنوان پدر طالقانی یاد میکنه. این چهره پیر و مهربان عنوان های دیگری هم داره که مهمترینش روح راستین انقلاب ضد سلطنتی است. ما از خلال نگاهی به زندگی این پدر به بسیاری از حقایق راجع به انقلاب ضد سلطنتی می‌رسیم و شاید به این حقیقت هم برسیم که کی صاحب اصلی اون انقلاب بود و کی سارق اون شد، به اینکه آیا افکار جامعه ایران هیچ همگونی با حاکمان فعلیش داره یا نه. آیت الله سید محمود طالقانی در جوانی با تشویق پدرش به تحصیل علوم مذهبی پرداخت و بعد از اتمام تحصیلاتش در مدرسه سپهسالار به تدریس علوم دینی مشغول شد. پس از شهریور 1320 با تشکیل گروه‌های گوناگون سیاسی پا به میدان سیاست گذاشت. او در حمایت از نهضت ملی دکتر مصدق و مخالفت با مواضع مرتجعانی مثل کاشانی فعالیت میکرد و پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 فعالیت های او در تجلیل از مصدق و شهدای سی تیر استمرار یافت. در سال 1336 رژیم شاه طالقانی را به خاطر فعالیت هایش علیه رژیم کودتا دستگیر و مدت یک سال زندانی کرد. Thank you.
یک ویژگی آیت الله طالقانی تفاوت روحیه و اخلاق و کردار او با آخوندهای مرتجع بود. او خیلی زود خودش رو از حوزه های آخوندی که غالبا دین رو به دکانی تبدیل کرده بودند و می کنند بیرون کشید و با حمایت از دکتر مصدق از ارتجاع فاصله گرفت. آقای طالقانی در محیط مبارزه و جوانهای آگاه و مبارز تنفس کرد. من خودم اولین بار در سال 39 ایشون رو با سخنرانی هاشون در مسجد هدایت شناختم. ایشون خیلی به روشنی و بدون ترس به رفتارهای ارتجایی، به روحیه انگلی و فریبکارانه‌ای که شیوه بسیاری از آخوندها بود اعتراض میکرد. صداقت و تقوای انقلابی طالقانی در پیگیری برای شناخت قرآن همراه با دردمندی او برای پیدا کردن درمان در دستی جامعه که ظلم و دیکتاتوری بود و حضورش در صحنه رویارویی با دیکتاتوری او را به شناخت جدیدی از قرآن راهنمایی کرد و او مسجد محل سخنرانی خود را به مرکزی علیه دیکتاتوری تبدیل کرد. سال 1339 بود. اون موقع پدر طالقانی رو آسد محمود خطاب میکردن توی مسجد هدایت، مسجد هدایت تهران، تو خیابون استانبول که اون موقع مرکز تهران بود. شبهای جمعه و برخی شبهای طول هفته آقا تفسیر قرآن داشت، تفسیر میگفت و سخنرانی میکرد. یه شب جمعه که بلوهوش سوم اسفند بود، حالا بکنم مثلا فرداش سوم اسفند میشد، تو تفسیر یک آیه اشارهی کرد به کودتای سوم اسفند رضاخان و از ظلم و بیدادی که اون به این مملکت آورده بود حرف زد. همون روز خبر اومده بود که دانشجویان در دانشگاه تهران به ماشین دکتر اقبال، اون موقع فکر کنم دیگه نخست وزیر نبود چون یا رئیس دانشگاه، به ماشین اقبال حمله کردن و اونو آتیش زدن و مامورین امنیتی منوچهر اقبال رو فراری داده بودن. از مضمون حرفهای پدر این یادم هست که به شاه و عواملش میگفت شما جرأت ندارید به میان مردم برید، همین که برید دانشجویان به شما حمله میکنن، ماشینتان را آتش میزنن. اگر شما طرفدار مردم هستید و حزب مردم درست کرده اید و فلان، چرا بین مردم با اسکورت میروید؟ سخنرانی های دردمندانه و اندیشه های ترقی‌خواهانه و خصایل مردمی طالقانی و نزدیکی او به جوانان مبارز و آگاه میهن که در فکر چاره جامعه خفقان زده بودند، طالقانی را به شخصیتی محبوب در میان مردم تبدیل کرد. مجاهد شهید احمد رضایی، اولین شهید سازمان مجاهدین، یکی از جوانانی بود که مبارزه سیاسی را از سالهای آخر دهه 30 آغاز کرده بود و پدر طالقانی به او علاقه بسیار داشت. بله، درباره آقای طالقانی روح راستین انقلاب ضد سلطنتی صحبت هست. از جمله چیزهایی که میتونم در این رابطه بگم، رابطه بنیانگذاران سازمان، بنیانگذار کبیر محمد حنیف نژاد و سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان با پدر طالقانی است. خب این رابطه در سال 39 شکل گرفت زمانی که بنیانگذاران به مسجد هدایت می رفتند. ولی وقتی که اینها در نهضت آزادی رفتند، این رابطه خیلی نزدیکتر شد و پدر طالقانی با اندیشه های این انقلابیون بزرگ
هرچه بیشتر آشنا شد و از همون تاریخ هم به قرآن به عنوان کتاب راهنمای عمل، اون هم برای رهایی جامعه از زنجیرهای طبقاتی و استثماری توجه بیشتری پیدا کرد. طالقانی به جای شناخت دین از خلال آموخته های حوزه های دینی، اتکای خود را بر شناخت قرآن قرار داد. خود او هم بعدها این را به روشنی بیان کرد. من یک شاگرد کوچک مکتب قرآن و معلم قرآنم. اساساً زاویه نگاه آقای طالقانی به اسلام و قرآن با آخوندها تفاوت اساسی می‌کرد. ایشون از اولین روحانیونی بودند که شروع کردند به برخورد علمی با اسلام. این بحثی بود که از حوزه‌های ارتجایی در نمی‌آمد. دید تازه داشتن به اسلام، یعنی همون کاری که توسط مجاهدین بعدها زدودن غبار از چهره دین نامیده شد. جوانای اون زمان، دانشجوها، دانش آموزا لح می زدن، پولهاشون رو جمع می کردن که یک دوره کتاب پرتوی از قرآن آقای طالقانی رو بخرند و بخونند. نگاه تازه‌ای به اسلام در این کتاب بود. با تفسیرهای قبلی تفاوت زیادی داشت. پرفروشترین تفسیر قرآن بود و نقش به سزایی در جذب قشر روشنبین اون دوره به مبارزه و اسلام داشت. پدر طالقانی در خطابه‌های خود به ستیز با استبداد توجه می‌داد. به دنبال اوجگیری مبارزات مردم برای کسب آزادی در اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40، شاه برای حفظ قدرت و برای جلوگیری از فوران خشم مردم به یک اصلاحات فرمایشی دست زد. طالقانی با فرارسیدن رفراندوم موسوم به انقلاب سفید شاه، خطابه‌های خود را به محکومیت این نمایش اختصاص داد. او همدستی ملایانی همچون آخوند محمد تقی فلسفی را با شاه و سابقه همکاری او با کاشانی و کودتاچیان 28 مرداد 32 را نکوهش می‌کرد. یکی از روزهای قبل از 6 بهمن سال 1341 بود که تظاهراتی شده بود علیه شاه. ما رفتیم مسجد هدایت که دیدیم دور تا دور مسجد رو پلیس محاصره کرده و از وارد شدن ممانعت میکنه. همون روز آسد محمود طالقانی رو همراه با سران جبهه ملی اون موقع که اون زمان جبهه ملی دوم نامیده میشد دستگیر کرده بودن. جالب این بود که آخوند بهبهانی، آخوند خانساری و آخوند فلسفی هیچ کدومشون دستگیر نشده بودن و همین قضیه به مشکوک بودن قضیه بیشتر سهه میگذاشت. دیگه هیچ خبری از آقا نداشتیم تا یک سال بعد که خبر اومد محاکمه آقای طالقانی شروع شد. این جریان، یعنی شروع محاکمه آقا، در اوائل سال تحصیلی مهر یا آبان 1342 بود که تقریبا یک یا دو ماه بعدش خبر اومد که محاکمه سران نهضت آزادی از جمله طالقانی در پادگان اشتت آباد شروع شده و رأی صادره حاکی از 10 سال زندان برای آقای طالقانی. دومین دیدار من با پدر طالقانی تو زندان بود. تقریبا 3-4 سال بعد، سال فکر میکنم حدود سال 46 بود، 1346 بود، در زندان قصر تهران. از محلی که من بودم، اون زندانی که من بودم، که اون موقع میگفتن که شماره 3 سیاسی اون موقع،
میخواستیم بریم به بهداری برای مداوا. یه مقداری که از زندان خودمون همراه مامورین و اینا اومدیم بیرون، یهو من دیدم که پدر طالقانی از مقابل داره میاد. یه به قول معروف مثل این که دنیا رو به من داده باشن، حالا بدون این که حالا اینجا ممنوعه باید اجازه بگیریم، پاسبان و افسر و اینا و زندانی سیاسی حق نداره که تماس بگیره اینا، رفتم پیش پدر طالقانی رو، پدر طالقانی رو بغل کردم و بوسیدم. بعد یهو صدای اون افسری که همراه ما بود در اومد که آی چی کار دارید میکنید، ممنوع فلان اینا. پدر وارد شد، یهو گفتش که آره آره نباید این کار بکنید، الان کودتا میشه، الان کودتا میشه. با این حرفی که زد در حقیقت اون افسر رو خلی سلاح کرد، اون دیگه جرأت نکرد دیگه بیشتر از این چیزی بگه. در حقیقت با همین برخوردی که پدر طالقانی کرد هم ما رو نجات داد، هم ما به فیضی رسیده بودیم. کلی برای اون غنیمت بود که داخل زندان دیدن پدر طالقانی خلاصه یک دنیا ارزش داشت. این دومی دیدار ما بود که البته تصادفی بود، چند لحظه بیشتر نبود، ولی خب الان نزدیک 40-50 سال که میگذره خیلی زنده و برای من حتی به یاد آوردنش هم خوشحال کننده است. اسارت پدر طالقانی بیش از 4 سال طول نکشید و پدر طالقانی در سال 1346 از زندان آزاد شد. در جریان آموزش‌ها و بحث‌های تشکیلاتی که داشتیم، در یک مقطعی شهید بزرگوار سعید محسن مسئولیت آموزش ما رو داشت. در حین این آموزش‌ها یکی از نکاتی رو که عنوان کرد این بود که گفت ما بعد از اینکه پدر طالقانی از زندان آزاد شد با بنیانگذاران سازمان یعنی محمد حنیف نژاد و علی اصغر بدیزادگان به دیدن پدر به منزل ایشون رفتیم و بعدم این در چه سالی بود؟ سال 47. بعد هم ما تمام جزوات و آنچه که تهیه کرده بودیم از بدو تأسیس سازمان یعنی سال 44 تا 47 همه رو به خودمون همراه بود. سعید میگفتش که وقتی پدر این کارها رو دید خیلی منقلب شد، متحیر بود و عشق در حالی که عشق در چشاش جاری شده بود و جمع شده بود میگفت من هرگز فکر نمی کردم که بعد از دستگیر ما دیگه حرکتی باقی بمونه. بعد سعید محسن اضافه کرد که پدر از کارهای تئوریک سازمان چه در زمینه‌های ایدئولوژیک، اقتصادی، تشکیلاتی، سیاسی و جنبندی‌هایی که از تاریخ مبارزات از مشروطه تا امروز کرده بودیم همین حالی که مطلع شد خیلی به بد بود و گفت که من افتخار میکنم که عضو سازمان مجاهدین باشم و گفتش که من کتاب مالکیت اسلام رو نوشتم که راجع به مسائل اقتصادیه و با این بحثایی که شما بیان کردین متوجه میشم که خیلی باید تصحیح بشه و تکمیل بشه. این تصحیحات رو به شما واگذار میکنم و شما این تصحیحات رو بکنید، تکمیل کنید، چاپ کنید به نام من. تا این حد اعتماد کرد و واقعا به عنوان یک عضو برخورد کرد. سعید محسن شهید بزرگوار میگفتش که این بزرگترین پیروزی ما در پهنه اجتماعی و سیاسی بود و اضافه کرد که ما دو فتح بزرگ و دو پیروزی واقعا عظیم در داخل کشور و دیگری در خارج کشور داشتیم. در داخل همین جذب و جلب پدر طالقانی که این فتح بزرگی بود، چون پدر طالقانی سنگر عظیمی در حمایت از سازمان مجاهدین که بعدها دیدیم و دیگری هم ابو عمار ناصر عرفات بود که گفت من سازمان مجاهدین شما، سازمان شما رو
به عنوان یک سازمان انقلابی به رسمیت بشناسیم. از آن پس پدر طالقانی پس از اطلاع از وجود سازمانی که با درک نو از قرآن و اسلام حقیقی به مبارزه می پردازد، به حمایت از مجاهدین و مبارزه انقلابی مسلحانه برخاست. بله، این فتح بزرگی که گفتیم خودش رو در جاهای مختلف نشون داد، از جمله در سفر تعدادی از مجاهدین به فلسطین، وقتی که 6 تن از برادرانمون دستگیر شدند و در عراق به زندان افتادند. پدر طالقانی نامه‌ای نوشت برای خمینی که اون موقع خمینی در عراق بود. به خمینی نوشت که این جوانان مسلمان دستگیر شدند، من اونا رو می‌شناسم، شما اونجا به اطلاع مقامات عراقی برسونید تا شک اونها برطرف بشه. خب میدونیم که عراق شک داشت و برادران ما رو دستگیر کرده بود و شکنجه های زیادی هم میکرده بود، چون مشکوک بود و فکر میاد که مثلا اینا جاسوس های رژیم شاه باشن. که آقای طالقانی این نامه رو برای خمینی نوشت که خمینی این کارو بکنه، اما خمینی آگاهانه و آمدانه قبول نکرد، به گفت نمی کنم و نهایتا ما مجبور شدیم از طریق یاسر عرفات ابو عمار کمک بگیریم و او پادرمیونی کرد و معرفی کرد و این مسئله حل شد. پدر طالقانی با خلوص و بزرگواری و با آوردن تمثیل قرآنی درباره جوانمردان اصحاب کهف و تشبیه مجاهدین به آنها به خمینی نوشته بود: وظیفت این است که به حمایت مجاهدین بیایی. بعدها پس از سرنگونی رژیم سلطنتی، خمینی در سخنرانی 4 تیر ماه سال 59 به پدر طالقانی طعنه زد که توسط مجاهدین اغفال شده و گفت: به من کاغذ نوشته بودند که اینها انهم فتیتون قضیه اصحاب کهف هستند. چنین در تمامی سالهای اختناق آریامهری، طالقانی پشتیبان انقلابیون شد و کانون سخنرانی او مسجد هدایت به کانون آگاهی، ارتباط و انتشار اخبار مبارزه با دیکتاتوری تبدیل شد. بعد از شهریور 1350 که اون ضربه بزرگ به سازمان وارد اومده بود و تعداد زیادی از اعضای مرکزیت و بسیاری از کادرهای سازمان دستگیر شده بودن، ماه رمضان اون سال در مهر ماه بود تا اونجایی که یادم هست، و در مهر ماه هم ادامه دستگیری ها بود که خب خود ما هم تیمی که بودیم بر اثر دستگیری های مهر ماه رابطه‌مون قطع شده بود و فضای بسیار سختی برای کسایی که میشناختیم اون موقع با هم بودیم وجود داشت و در صدد وصل رابطه بودیم. در ماه رمضان رسیدیم به شب احیا، شب 19 ماه رمضان بود که من به یاد سالهای گذشته که در مسجد هدایت می رفتیم پای صحبت پدر طالقانی و اونجا خب میعادگاه همه مجاهدین بود، بسیاری از مسئولین سازمان، بسیاری از اعضای مرکزیت سازمان، بنیانگذاران حتی اونجا همیشه حضور داشتن در ماه رمضان و یا عید فطر. به خاطر میارم میآوردم که سال قبلش، سال 49، در همین شبهای احیا یادم می اومد که مثلا مجاهد شهید محمود عسکری زاده رو اونجا دیده بودم
و شماره دیگه از مجاهدین رو با همین حال و هوا و افکار و تو اون شرایط سخت و دشواری که بود، من رفتم به مسجد هدایت شب 19 ماه مبارک رمضان در سال 1350 که در مهر ماه بود. مسجد پر بود، همه نشسته بودند، افرادی از اقشار مختلف در سنین مختلف. بعد در ادامه رسید به اینجا که در شب 19 ماه رمضان، در همون شبی که امیرالمومنین توسط ابن ملجم در فجر 19 ماه رمضان ضربت خورد، شبش ماموران اداره شهر کوفه اومدن خدمت حضرت علی امیرالمومنین و گفتند که یک شخص مشکوکی حوالی غروب وارد شهر شده و اجازه خواستن که این شخص رو بگیرن، بازجویی کنن و تحقیقات کنن ببینن که کی هست. حضرت علی پرسید که این شخص اقدامی هم کرده، کار خاصی کرده؟ گفتن نه. گفت پس حق ندارید مزاحمش بشید. آقای طالقانی ادامه داد که ساعتی بعد این مأمورین دوباره اومدن، گفتن که ما متوجه شدیم که این شخص سلاح حمل میکنه، زیر عبا سلاح داره و به نظر ما کاملا مشکوکه، اجازه بدید که ما این رو بررسی کنیم، بگیریم ازش سوالاتی بکنیم. مجددا امیرالمومنین پرسید که آیا اقدامی هم کرده؟ گفتن خیر. گفت پس به هیچ وجه حق ندارید دستگیرش کنید یا اقدامی علیهش کنید. یکی دو ساعت بعد دوباره اومدن پیش امیرالمومنین و گفتن که این شخص رفته در مسجد خوابیده، این کار هم مشکوکه و اجازه بفرمایید که ما این رو یک بررسی بکنیم، بازجویی بکنیم. حضرت علی مجددا پرسید که آیا اقدامی کرده؟ گفتن خیر. گفت به هیچ وجه. خب این شخص ابن ملجم بود که چند ساعت بعد اون ضربه رذیلانه رو بر فرق حضرت علی امیرالمومنین وارد کرد. با این حال حضرت علی اجازه نمیداد که مزاحم اون بشن. آقای طالقانی وقتی صحبت به اینجا رسید به ناگاه گفت که اینها که هنوز اقدامی نکرده بودن که شما اینجور دستگیرشون کردید، مگه چه خبره؟ هنوز دست به کاری نزده بودن. دنیا مگه میفهمه این بود علی؟ اگر علی رو میگویید این بود، چه کاری بوده که شما کردید؟ مگه اینا اقدامی کرده بودن؟ یک باره تمام مسجد، بغض مسجد ترکید، همه شروع به گریه کردن و من هم که اونجا نشسته بودم و تو همون حال و هوای گذشته، خود به خود همراه با این مسجد شروع به گریه و احساس بسیار عجیب و غریبی بود. یعنی این اقدامی بود که آقای طالقانی تو اون شرایط کرد، با این بیان اعتراض خودش رو به دستگیری اعضا و مسئولین مجاهدین در شهریور 50 که هنوز حدود 1.5 ماه بیشتر نگذشته بود کرد و تمام فضای مسجد یک پارچه، یعنی در اون لحظه آدم متوجه میشد که همه اونهایی که اونجا نشستن نگران و دلنگران دستگیری ها بودن، همه در جریان بودن و همه یک پارچه نسبت به این موضوع واکنش داشتن و با اون گریستن خودشون رابطه خودشون رو با مجاهدین نشون دادن و بیان کردن. این شجاعت و این رویارویی پدر طالقانی هیچگاه از ذهن من محو نمی‌شه. در سالهای دهه 50 که سازمانهای مبارز مثل مجاهدین علنی شدند و اعلامیه‌های عملیات سازمان مجاهدین منتشر می‌شد، مسجد هدایت یکی از مهمترین مراکزی بود که جوانان مبارز اعلامیه‌ها را در بین مردم منتشر می‌کردند. اما یادم میاد سال 1351 شب 21 ماه رمضان، شب احیا، ما با تعدادی از دانشجویان رفتیم مسجد هدایت، اونجا مسجد آیت الله طالقانی و معروف بود، برای برگزاری مراسم احیا. تمام مدت مراسم احیا سخنرانی آیت الله طالقانی فقط حول و حوش
مسئله شهادت مجاهدین بود و اشارش به شهدای بنیانگذار بود و بسیار انگیزاننده بود برای ما که تازه اومده بودیم تو خط سیاسی و آشنا شدیم. برای اولین بار اسم رهبری مجاهدین رو ما اونجا باش آشنا شدیم و به هر حال نقطه شروع بسیار خوبی برای ما بود. در سجین کوه در برنده آن